خب ما در اینجا میگیم قواعد کیفری تو خیلی از زمینه‌هایی که ناکارآمدی ضمانت اجراهای قانونی و اجتماعی رو روشن میکنه، میگیم در واقع ساده ترین و شدید ترین وسیله برای اون قواعد و مقررات و ارزش‌های حاکم روی جامعه اجرا بشه همین بحث قواعد کیفری، قواعد آمره، بحث اجبار و زور هست. پس بهترین حافظ و بزرگترین مدافع آزادی‌ها شرافت و حیثیت انسانی و در واقع مانعی که در برابر تجاوزات هستش حقوق و آزادی‌های انسانی هست. همه این مباحث در زیر لوای حقوق جزا مطرح میشه. مسئله‌ای که اینجا هست، ما میگیم دادرس محکمه کیفری جزادان هست، مثل یک قاضی هستش، جرم شناس و مجرم شناسه، بزهدید شناسه، واکنش‌های مناسب رو خودش اخذ میکنه توی زمان‌های مختلف، مکان‌های مختلف. تو محاکمات کیفری در راستای حقوق جزای مدرن آورده‌های جرم شناسی از شناخت واقعی مجرم و متهم، کسی که پی میبره به انگیزه ها و زمینه های ارتکاب کار جرم و مجرمانه خیلی حائز اهمیته. اما تو محاکمات مدنی چجوریه؟ دادرسان هیچ وقت نمیاد خودش رو ملزم کنه به اینکه همه جانبه بخواد شخصیت طرفین رو بشناسه، صرفا میاد با عنایت و توجه به دلایل تقدیمی رسیدگی میکنه و رأیی که شایسته هست رو قاضی صادر میکنه. اما به خاطر اون کارهای ممنوعه و اون واکنش‌های جزایی که مشخص شده در قبال مرتکبین، خودش در واقع ملاک و معیاری هست برای اینکه ارزش‌ها رو بسنجه تو هر جامعه، فضیلت‌های اخلاقی رو هم بسنجه. ما یک سری ویژگی‌های برای حقوق جزا نام بردیم که به طور خلاصه اینجا نام می‌بریم در قالب آیتم. الزامی بودنش، بحث ضمانت اجراش هست، بحث کلیت و عام بودن قواعد کیفری هست، بحث این هستش که محدود هستش حقوق جزا به مرز کشور و اینکه شخصی هستش اعمال قواعد حقوق جزا. نکته‌ای که هست بحث الزامی بودن و اجبارش، این شاخص بارزی که ما توی حقوق کیفری داریم همین بحث بعد الزامی بودنش هست که جز قواعد آمره و دستوری هست، ارتباط مستقیم داره با نظم عمومی و دقت کنی با توافق هم نمیتونن دست بزنن به یک سری اعمالی که خارج از اون چارچوب و محدوده های حقوق کیفری هستش. نکته ای که وجود داره بحث ضمانت اجراهای خاصه که یه سری رزشته های حقوق مثل حقوق بین الملل، مثل حقوق اداری فاقد ضمانت اجراهایی هستن که این ضمانت اجراها بخواد عینی باشه برای ما. ضمانت اجراهای کیفری انواع اقسام مجازات ها، اقدامات تامینی و تربیتی رو در بر میگیرن، مثل مجازات های سلب آزادی، سلب کننده های حقوق، مجازات های بدنی، انواع کیفرهای مالی رو این ضمانت های اجرا در بر میگیره. مطلبی که در اسلاید قبلی هم بهش اشاره کردیم، بحث کلیت و عام بودن قواعد کیفری هست که ویژگی بارز قواعد کیفری محسوب میشه. قواعد حقوق جزا نسبت به همه افرادی که تو قلمروی حاکمیت های زمینی و هوایی و دریایی هستن، ما این قواعد حقوق جزا رو نسبت به اونها اعمال میکنیم. صرف نظر از تابعیت و ملیت که مجرم هست، هر فردی تو محدوده قلم رو اگر یه کار خطای انجام بده باید مجازات بشه. اما یک سری استثناء و تبصره هایی ما داریم که یک سری مسئولیت هایی که توی این استثناء میگنجه، مسئولیت های سیاسی و دیپلماتیک رو مطرح میکنیم، مسئولیت هایی که ناشی از اعمال وظایف نمایندگی مطرح میکنیم و علت این مسئولیت ها برای ماموران سیاسی به چه دلیل هست؟ به خاطر اینکه امنیت شغلشون حفظ بشه و وظایف سیاسی رو هم بتونن به بهترین شکل ممکن انجام بدن. اما وقتی میگیم حقوق جزا محدود هست روی مرزهای کشور، یعنی یک خاصیت سرزمینی بودن رو داریم میگیم. میگیم قانون کیفری قواعد جزا از خصلت‌های بارزی هستن که برای حقوق کیفری ما در نظر میگیریم. اجرای قواعد جزایی توی هر کشور در واقع قدرت اون کشور رو نشون میده. هر کشوری توی چارچوب خودش قواعد جزاییش مختلف هستش. زیر سلطه کشور دیگه هم دوست نداره بره در بعد بین الملل. اما ما نظام های قضاوت کنسولی داریم، رژیم کاپیتولاسیون داریم که اینها تو سابقه تاریخی هر کشور نشون دهنده سوسی دولت های حاکمه هستش، نشون دهنده نفوذ اون سیاست های استعماری هست که ما شاهد هستیم. اما تو جامعه جهانی الان، تو نظم نوین جهانی،
قواعد جزایی هیچ کشوری تو کشورهای دیگه صلاحیت اعمال نداره و محدوده جریان قانون جزا ما در چارچوب قلمروی تعریف شده حاکمیت‌های سیاسی اون محدوده رو مشخص می‌کنیم. اما یه مطلبی داریم، بحث سرزمینی بودنه، که دو تا بُعد مثبت و منفی داره. بُعد مثبت یعنی هر جرمی که واقع میشه تو قلمروی کشور تو محدوده صلاحیت قوانین جزایی هستش. جنبه منفی اینه که هر جرمی که اتفاق میفته تو خارج از کشور خارج از اون محدوده صلاحیت قوانین جزایی کشوره. اما ماده 7 قانون جدید مجازات های اسلامی و ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری میگه اتباع ایرانی اگه مرتکب جرمی بشن تو کشور مطبوع خودشون محاکمه میشن. که این یعنی چیه؟ یعنی که ما طبق این مواد میگیم اعمال قواعد حقوق جزا توی این بُعد شخصی و فردی اعمال میشه. اگر کسی یه خطای انجام بده که به جاش من نمیتونم مجازات بشم. پس این مقوله شخصی هستش. اما ماده 7 میگه علاوه بر این مواردی که گفتیم تو مواد 5 و 6 هر ایرانی که تو خارج از ایران جرم داشته باشه و تو ایران پیداش بشه یا به ایران باید برگرده طبق قوانین جزایی ایران محاکمش میکنیم. یعنی اگر مثلا یک کار خلافی، جرمی، قتلی، سرقتی انجام داده وارد ایران میشه، ایران در چارچوب مقررات جمهوری اسلامی ایران مجازاتش میکنه. مفاد اصل شخصی بودن تو حقوق کیفری این هست که همه نظامهای کیفری پذیرفته شدن. اون خصوصیت و عمده قواعد حقوق کیفری همین بحث اصل شخصی بودن هستش که این اصل شخصی بودن تکمیل کننده در واقع صلاحیت کشور هست توی موارد خارج از سیطره اصل سرزمینی بودن جرائم مرتکب شده محسوب میشه. کسایی که معترض هستن به قانون کیفری کشور تو هر نقطه‌ای اگر خارج از کشور هم باشه اینها قابلیت مجازات و تعقیب و بازداشت رو دارن. از اصول مکمل صلاحیت قوانین کشوری ما به اصل صلاحیت‌های واقعی کیفری اشاره می‌کنیم که میگیم اگر ارزش والای یک کشور، منابع حیاتیش مثل امنیت ملی، مثل تمامیت، مثل استقلال، مثل اعتبار اقتصادی، سیاسی، فرهنگی کشور، اینها مورد تعرض قرار بگیره، الزاماً متعرض تابعیت غیر از تابعیت ایران داره یا بی‌تابعیت خنثی‌ست. پس این تعرض تو خارج از قلمروی کشور اتفاق بیفته، ما قوانین کیفری کشوری که مورد تعرض قرار گرفته رو بهش میگیم صلاحیت داره و قوانین کیفری رو بررسی میکنیم. اما اصل صلاحیت جهانی این هست، مثلا دزدی دریایی، قاچاق انسان، خرید و فروش، مبادله مواد مخدر، تروریسم بین الملل که طبق یک سری عرفهای بین المللی اینها امنیت و ثبات جهانی و بین الملل و داخلی رو از بین میبرن. مطابق قوانین همه کشورها اینا وقتی جرم میشه مطابق با اونها بهش رسیدگی میشه. توی تقسیم بندی کلی میگیم هدفها و خواسته هایی که تا کنون از سوی اندیشمندان و حقوق کیفری برای حقوق جزا مطرح شده دو دسته هستش. یک سری اهداف پیشرفته و نوینی هست که برای حقوق جزاست، یه سری اهداف سنتی هست که ما برای حقوق جزا داریم. اما اهداف دیرین حقوق جزا شامل هدفهای سودمندی میشه که فایده اجتماعی رو در بر داره، حقوقهای کیفری و هدفهای اخلاقی رو در بر میگیره. اما در سیر تحول تاریخی حقوق جزا تا الان همواره در واقع ما نتایج مختلفی رو از اعمال قواعد کیفری دنبال کردیم. تو اندیشه که جرم رو نتیجه دیوانگی مجرم میدونه، هدف مجازات رو بیرون کردن روح‌های پلید از بدن مجرم میدونه، تا اندیشه‌ای که رسالت حقوق کیفری رو بحث عدالت و اجراش میدونه و بازدارندگی جمعی یا اصلاح کردن مجرم یا دفاع از جامعه و فرد و دیگر اهداف. اینها ما در سیر تحولات تاریخی حقوق جزا همیشه باهاش مواجه هستیم. اهداف پیشرفته حقوق جزا شامل اطلاع فرهنگی هست، سطح زندگی رو ببریم بالا، پاسداری از نظم و عدالت هستش که حالا صرفاً فقط با تهدید و ارعاب مهیا نمیشه و اندیشمندان زیادی هستن که دفاع میکنن از فرد در برابر جامعه، مخصوصاً بنیانگذار مکتب دفاع اجتماعی اندیشمندی هست که دفاع میکنه از فرد در برابر جامعه.
میخوایم مجرمین رو بشناسیم برای اینکه بدونیم چجوری باید برخورد کنیم. در واقع میخوایم توجه کنیم طبق این اندیشه به شخصیت مجرم عمل و عکس العمل مناسب ها رو تشخیص بدیم. قاضی کیفری وقتی میتونه توجه کامل داشته باشه در مورد مجرم و یک راه حل کامل بده که اونو کاملا از ابعاد گوناگون، حالا چه شخصیتی چه روانی و چه سوابق زندگی، اونها رو بررسی کنه. ما مطالبی که اینجا باز بهش میپردازیم بحث اصلاح بزهکار و تربیتشه. کسی که طرفدار این اندیشه است میگه مجازات خودش هیچ عملی رو برای اینکه سطح فرهنگ زندگی رو بخواد ببره بالا، مجرم رو برگردونه به عرصه زندگی، برای ما مهیا نمی‌کنه. ولی ما می‌خوایم برگرده به روال عرصه زندگی و از تکرار جرم در آینده جلوگیری کنه که قانون مجازات های اسلامی یک سری موضوعاتی رو دارن مثل جرم ها و مجازات ها، اقدامات تامینی و تربیتی یا یک سری شرایط و موانعی دارن. این شرایط و موانع یک سری قواعد خاصی هم روش حکمرانی میکنه. اما مجازات ها رو ما داریم در قانون مجازات های اسلامی عزیزان سال 1392 هست. مجازات های مصوبه 92 بسیار مهمه. حدود، قصاص، دیه و تعزیرات حکومتی، اینها مجازات هایی هستش که بسیار حائز اهمیت هستش در مباحث حقوق جزا. اما در قانون مجازات های اسلامی میگیم جرم رفتاری هست که چه انجام دادنش چه غیر انجام دادنش ممکنه مجازات مشخص داشته باشه. رفتارهایی که اقدامهای بحث امنیتی و تامین کردن نظم و آرامش رو داره، بحث تربیتی رو داره، فی نفسه نمیتونیم بگیم اینها جرم محسوب میشن.